بسم الله الرحمن الرحیم. رسول خدا دربارش بر فاطمه به هر کی خشمگین بشه خدا به او خشمگین میشه، زهرا از هر کسی خوشنود بشه خدا از او خوشنود میشه. این چه مقامی که خشم زهرا خشم خداست، رضای زهرا رضای خداست. این بالاترین مقام، این مقام عصمت. من از قول شما مردم، از قول شما که امشب بیشتر عاشق سمت خدا شدی با این مقدماتی که عرض کردم، یه سوال میکنم. خانومی که سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، خانومی که پدرش پیغمبر، شوهرش علیه، بچه‌هاش 11 امامن، جد اعلاش ابراهیمه، ریشه مادریش هاجره، غضبش غضب خداست، رضایتش رضایت خداست، شایسته بود که آتیش در خونه این خانوم بیاد. شایسته بود بین در و دیوار، بدن چنان آزرده بشه که بیفته تو بستر و روز به روز به سرعت بدن ضعیفتر بشه، لاغرتر بشه. این 4 تا بچه هر وقت بیان پیشش ببینن داره عشق میریزه. امام صادق میفرماید روزهای آخر از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی نمانده بود. امام صادق میفرماید گریش دیگه جوهره نداشت، صدا دیگه براش نمونده. تاریخ عالم سابقه نداره برادران و خواهران، مردم سمت خدا 3 تا امام یه بدن رو غسل بدن غیر صدیقه کبرا خیلی سخته. نصف شب امشب خود امیرالمومنین اومد تو اتاق، بدن رو بلند کرد، بدن سنگینی نداشت، اوورد تو حیات، صدا زد حسن جان، حسین جان شما آب بیارید. رو بدن مادر بریزید. وصیت کرده بود منو از زیر پیراهن غسل بده، نمیخواست علی کبودی های بدنشو ببینه، نمیخواست این 4 تا بچه یتیم کبودی بدنشو ببینه. بدن رو غسل داد، کفن کرد، حسن جان، حسین جان، زینبم، کلثومم، این آخرین باری مادر رو میبینی،
بیان باش خداحافظی کنیم. امام مجتبی اومد بالا سر جنازه صورت رو صورت مادر گذاشت. ابی عبدالله اومد صورت کف پای مادر گذاشت. ابی عبدالله اومد صورت کف پای مادر گذاشت. این دو تا دختر کوچیک 6 ساله و 5 ساله صورت رو بدن مادر گذاشتن. امیر المؤمنین یکیشونو بلند میکرد میبرد عقب میومد اون یکی رو بیاره دوباره اون میدوید. علی جان چه منظره ای دیدی که این 4 تا بچه صورت رو بدن مادر گریه میکردن، اما دختر دیگه منظره عجیبی دید. دختر 13 ساله صورتش روی گلوی بریده ابی عبدالله گذاشت. میگه بابا دلم نمیخواد برم، مردم منو نبرید، بگذارید کنار بدن بابام بمونم.